ما حداقل میلیون ها مسلمان داریم که قرآن رو نخوندن و مسلمانن. همینطور هم میلیون ها مسیحی داریم که مسیحی رو، مسیحیت رو پیگیری نکردن، انجیل رو نخوندن، فقط مسیحی زاده هستن و اونها هم فریب میخورن. هیچ فرقی نمیکنه. صحبت امروز ما در رابطه با مذهب و خرافاتی هست که ذهن انسان رو حبس کرده گرفته. و هوشیار باشید، در کلیساهای پروتستان هم هست، در وجود پیشکسوتان عزیز ما بوده و هست و آسیب‌هاشو دیدیم متاسفانه. در طول 2000 سال هم ما دیدیم که حتی مسیحیت از عدم تحقیق و تلاش و جستجو، حتی نسبت به کتابی که در برابرش بوده، چقدر آسیب به خودش زده و به دنیای خارج از ماهیت خودش زده. کجای کلام خداوند اعلام کرد که مسیحی ها باید حکومت داشته باشن؟ مگر غیر از این بود که جلوی مسیح رو گرفتن، گفتن میخوایم تو پادشاه بشی؟ مسیح گفت چی؟ پادشاهی من کجاییه؟ قومیه. میگم قومیه، آسمانیه. پادشاهی مسیح گفت آسمانیه، قلبیه. پس مسیح اولین کسی بود که سکولاریزم رو میاد تعریف درست میکنه. بگذاریم، هنوز هم یه عده فکر میکنن باید حکومت‌های مسیحی داشته باشیم. خیلی اینگونه نیستش، چون سیاست که توی دنیا هست با عشق و محبت و صداقتی که کلام خداوند اون رو تعلیم میده کاملا متفاوت هست.